سلام عرض کردم. بچه های عزیز سلام. تیپش منو کشته. کی؟ محمودی. با خدا گاهی اوقات یه تیپ هایی میزنه آدم واقعا حالش سر جاش میاد. سری جدید که این تیپ جدید رو که زد، در واقع موها رو در واقع آره کوتاه کرده و ریش رو بلند کرده، گفتم یا خدا. آره محمودی خودت هستی؟ گفت آره خودم. گفتم ببین مطالبت همون مطالبه که تو خودت که عوض نشدی. گفت نه به خدا همون مطالب رو قراره آقای محمودی مصطفی محمودی براتون توضیح بده. وارد جلسه سوم میشیم بحث زبان، قراره مصطفی محمودی معلوم مجبور رو براتون توضیح بده، قراره یه سوالو بریزه تو کیسه کنکورتون، قراره تو 54 دقیقه این فیلم آموزشی رو ببینید، اما 1 ساعت و 20 دقیقه باید براش صرف بکنید. قبوله؟ قبوله. خب چیزی نمیخوای بگی؟ چرا؟ چرا مکس میکنی؟ راستی من میگم قبولت سری بگو دیگه حرفت رو. باشه ببخش. آره. چش. نه آخه در مورد تیپ های محمودی صحبت کردی. آره. من همینجوری دارم فکر میکنم، میگم با اینکه سن بالایی داره ولی چقدر دل جوونی بابا داره. بیر الکی داره حرف در میاره براش. مرد 40 سال بیشتر سن نداره. چرا مردمو بیر میکنی آخه؟ خواهش میکنم برید ببینید من مصطفی محمودی اصلا یه دونه موهای سفید شده یا نه. بریم بسم الله بفرمایید زبان. نه بذارید من سه تا نکتهمو بگم. بچه‌ی عزیز درس زبان آخرین درس دفترچه است. اولا طراح کنکور خیلی زبله. میاد درس اول ادبیات عربی معارف رو مفهومی وقت گیر به تو میده که تو به زبان نرسی، دقیقاً هم تو به زبان نمیرسی و همون ایده طراحو اعمال میکنی. مراقب درصد زبانت باش، میانگین یا پایینه یا خیلی بالاست. تو باید سعی کنی حتما به بالای 70 برسی. تو زبان بچه‌ها 0 و 1ن، یا 0 یا 1ن، یا 0 یا 100ن. امیدوارم با این اتفاقاتی که قرار جدیدن برای شما بیفته برسید به 100. وسط مسد نداره زبان. بفرمایید زبان. معلوم و مجموع. مطمئن باش. نکن اینجا برای بار دوم میگم. مطمئن باش برای بار سوم میگم. مطمئن باش که امسال تو کنکور ازت سوال میاد. چرا؟ چون پوریا تو کل پوریا حواست هست؟ آره 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 آره. من میشناسم پوریا رو. پوریا نه. من کنار ساحل هستم. هستم. پوریا تو درس مختلف زمانهای مختلف رو گفتن. خب ساده آینده قد حال کامل گذشته کامل میتونن معلوم مجموع هم کنارش بذارن یه تست شیک و مجلسی برای چون یعنی قابل ترکیب شدنه میگین دیگه. آره نه حتما بدون که ازش تست بیاد. یادت باشه اینو چه روزی گفتم. جمله مجهول چه جمله میگم پوریا؟ جمله مجهول، مجهول یعنی شناخته نشده دیگه، یعنی معلوم نیست یه چیزیش. آره نه چش معلومه. حالا مثلا میگیم مجهول دیگه، مثلا میگیم فلان چیز مجهوله، یعنی ناشناخته است. خب جمله مجهول یعنی یه چیزش ناشناخته. چیش ناشناخته؟ احتمالاً فاعلش. بله جمله مجهول به جمله‌ای میگن که فاعلش ناشناخته. آره نمیدونیم چی انجام داده. مشخص یه نفر انجامش داده، ما نمیشناسیمش. آره. این جمله معلومه یا مجهوله؟ من یک ساندویچ خوردم. معلومه من خوردم، شما نخوردی. ایشون نخورده، بچه‌ها نخوردن، من خوردم. ولی یک ساندویچ خورده شد. مثلا یه ساندویچ دیدی رو میز، مثلا من دیدم یکی هیچکی نمیدونه کی اینو خورده. آره این ساندویچ خورده شده، فاعلش معلوم نیستش. او یک ماشین خواهد خرید. معلومه معلومه کجا فهمیدی او دیگه فاعلش مشخصه. او این میشناسمش. یک ماشین خریده خواهد شد. معلوم نیست کی میخواد بخره. آره معلوم کی خریده میخواد بخره. یعنی ببین داستان اینه، توی مجهول بیشتر حالا اون مفعوله که داریم روش کار انجام میدیم مهمه، فاعله مهم نیست. درسته یه جورایی داره یه چیزایی میگه که بعدا به درد من میخوره. پوریا میگه توی جمله مجهول اول جمله فاعلی وجود نداره، مفعوله. نه آره آره یعنی مفعول معلومه بوده قبلا. آره قبلا یه جمله بوده، مثلا گفته مثلا او یک ماشین را خواهد خرید. آره مفعول بوده دیگه. مفعول بوده. حالا یک ماشین خریده خواهد خریده خواهد شد. یه چیز دیگه هم نیان کن پوریا، دقت کن، خورده شد، خواهد خریده، خواهد شد. با شدن داره. آره تو فارسی با شدن معنی میکنیم. پس چیزایی که ما از فارسی گرفتیم و با هم بریم جلو، اولا اینکه جمله مجهول به جمله میگن که فاعل یا کننده کار نداره. دوما پوریا نتیجه گرفت در جملات مجهول اون مفعوله رو آوردن اول جمله، یعنی این فاعل نیست. پس هم چون آقا اونا دیگه یک ماشین فاعل، اول جمله فاعل، نه این مفعولی بوده که اومده اول جمله. مورد سومی که با هم به نتیجه رسیدیم اینه که خریده خواهد شد، خورده شد. من یک تست زدم، یک عالمه تست زده شد. یک تست. آره یک عالمه تست زده شد. آره بگی. نه 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 یک قهوه خورده شد، نسکافه خورده شد. کی خورده؟ پوریا خورده. ولی معلوم نیست. معلوم نیست وقتی رو شدم من میکنم. آره ولی تو جملات مجهول انگلیسی چه خبره؟ گوش بده قاعده انگلیسیش. آره همونجوری که تو فارسی همش میگیم شد شد شد، تو انگلیسی هم ظاهر فعل مشخصه. نگاه کنید
تمام فعل های مجهول این ویژگی رو دارن. پی پی شکلن. فعلشون به صورت پی پی یا پس پارتیسیپله، یعنی شکل گذشته. آره اگه فعلت با قاعده بود ایدی میگیره، مثلا واچ واچ د... ولی اگه بی قاعده بود قسمت سوم گو went went قسمت دوم gone gone. آها come came come. پس قسمت سوم فعل امروز زیاد میبینیمش. حتما فعلمون باید پی پی باشه، پشتش هم یکم مشتقات توبی 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 ها اینان اما ایزو آر واز اوور بی بین بین. الان این اصطلاح جلوته، گوش بده. پس فعل مجهول فعلیه که پشتش پی پی، ببخشید پی پی پشتش توبی، پی پی توبی، پی پی پشتش توبی. حالا این توبی ها رو کجا به کار میبرن پوریا؟ اما ایزو آر در زمان حال به کار میبرن. was over گذشته، گذشته. بی برای آینده، هم آینده ساده بود ویلاش، آینده خاص بود تو بی گوینگ تو داشت. بینو برای حال کامل گذشته کامل، یعنی اونجا که هف داشتی، هز داشتی، حد داشتی. بینگ هم برای استمراریا. پس یه بار دیگه با هم چک کنیم چون اینجا استفادهش میخوام بکنم. پس تمام فعل های مجهول به صورت شدن آره؟ انگلیسی فعل پی پی پشتش توبی، توبی ها چیان؟ ببین اما ایزار برای حال، اما ایزار برای گذشته، گذشته. بی بینگ بینگ وایسا بی برای آینده آره، آینده ساده، آینده قصد. بین برای حال کامل گذشته کامل، اونجا که هوا هست داری، حد داری. و بینگ هم برای استمراری. تمام شد. خب بریم. درسته پوریا، این جمله معلومه یا مجهوله؟ This book has been translated. خب ببین translate ایدی داره دیگه نه؟ یه پی پیه. پی پیه. پشتش هم توبی داره، توبی داره. has been translated. پس پی پی داری، پشتش توبی داره. پس این جمله جمله مجهوله. دومی معنی نمیخواد بکنی؟ نه نه اصلا نمیخواد. آها خواهی ظاهر رو بشناسی. خب ببین الان اینجا فعل پی پی پشتش توبی نداره، معلومه. معلومه. بریم این چی؟ this football match was being watched. آها ببین watched پی پی پشتش توبی، توبی داره. پس جمله چیه؟ مجهوله. آره چی نگو، فقط نگاه کن. پی پی تو بی این چی؟ he was watching the football match. آره آره سبکو سبکو نه این ایدی نداره، فعلش پی پی نیست. آره 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 پس جمله مجهول نیستش. این چی؟ my brother is taken to school by Ali. خب ببین take بوده دیگه نه؟ taken شده. taken taken میشه پی پی، پی پی پشتش هم تو بی، تو بی داریم جمله مجهوله. کلن دوتا نشونه شد پس پی پی تو بی پشتش تو بی. آره. خب من اینجا جمله های معلوم رو حذف میکنم. خب طبق صحبتی که تو کردی در جملات مجهول مفعول میاد کجا؟ اول جمله. آره چون فاعل در واقع جای فاعل رو گرفت، جای فاعل، چون فاعل رو ور میداری دیگه. آره. مثلا اینجا بود we have translated this book، ما این کتاب رو ترجمه کردیم، حالا میخوایم we رو ور داریم، کتاب میاد جاش. آره یه چیز دیگه هم ببینیم، این by علی گاهی مواقع فاعل رو با حرف اضافه بای تای جمله میذارن. نه یه جمله معلومه، اصلا این فکر وجود نداره. پس بای ولی تو مراحل تستنی بای یکی از علائم چیه؟ جمله مجهوله. آره یه بار دیگه، بای تو تست ها اگر رفتی بعدا جای خالی بای دیدی نشونه جمله چیه؟ مجهوله. الان اینجا نگاه بکنیم، من که میخوام معنی بکنم، برادر من درسته برده شد به مدرسه، برده شد مجهوله. حالا کی برده؟ علی به جهنم که مثلا علی برده. آره. اصلا بیا اولی هم معنی کنیم this book has been translated، این کتاب ترجمه شده است. آره یعنی میخوام بگم که دانش آموز ما زرنگه، یا از ظاهر میفهمه. آره. یا معنی کنی میبینی معنی مجهول، معنی شدن میاد بیرون. دومی نکن، این مسابقه فوتبال تماشا میشه، مسابقه فوتبال پوریا تماشا میکنه یا میشه؟ تماشا میشه. تمام شد. این برادر من میبره یا برده میشه به بیمارستان؟ برده میشه، برده شده. آره. به مدرسه چرا بیمارستان؟ آره آره. خب خب اولین چیزی که الان میخوام بهت بگم، چون تو سال 12 هم این دیگه، نحوه تبدیل جمله معلوم به مجهول. درست. خیلی راحته. من تو فارسی چو بگم؟ مثلا من میگم که من ساندویچ خوردم. خب برای اینکه مجهول بکنیم من باید حذف بشه فاعل. درسته فعلا باید بشه پی پی پشتش تو بی. نه چیز خاطی. نه نه با شدن با معنی بشه. خب درسته دو مرحله داریم. آره حذف فاعل شدن این هم همونه. اول یه ذره زمان با هم ببینیم. خب نه زمانهایی که بلدیم. آره میبینم بچه ها رو میبینم. میبینن تو ببین. آره تو اوکی بده بچه ها. نه اسکر فونته اگه نبینید به هم بگین. فونته کوچیک نیست بچه ها. اوکی خب بریم. اولا زمانهای مختلف اینجا برای بچه ها تو اسلایت ها گذاشتم، یه چکی بکنن از سال هفتم اینا رو خوندن. حال ساده فاعل بله به فعل ساده he writes. اون می نویسه.
حال استمراری he is writing، این در حال نوشتن. حال کامل فاعل have و has pp، چون اینو بچه‌ها زمان‌ها رو بشناسن بعد. he has written ماضی نقلیه، اون نوشته، نوشته است. حال کامل استمراری he has been writing، اینا رو میخونن یا خوندن. گذشته ها رو ببین پوریا، گذشته ساده فاعل بله به فعل گذشته he wrote. گذشته استمراری فاعل was و were ing، he was writing، اون داشت مینوشته داشت می در موردش با هم صحبت اینجا اگه is بود اون داره مینویسه بر حاله. he had written، بچه گذشته کامل یا ماضی بعید، he had written، اون نوشته بود. written 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 خونده میشه. he had been writing، اون در حال نوشتن بوده، یه چنین حالتی گذشته کامل استمراری. آینده رو که اینا تو درس یک دهم خوندید he will write، آینده ساده فاعل will برای فعل ساده. و آینده استمراری he will be writing، آینده کامل he will have written. به نوعی اینا رو ندارید، دو سه تا آخر ندارید، فقط فرمولاشو تو جزوه الان داری دیگه، جلوت باشه یه موقعی اگه خواستی استفاده کنی اطلاعاتت بره بالاتر مشکلی نداشته باشی، ولی ما اینجا نیومده بودیم اینا رو بگیم. ما اومده بودیم میگیم چیکار کنیم حالا که همه زمانها رو قبلا خوندی، یه جمع‌بندی اولا شده برات، جمله معلومه چجوری تبدیل کنیم به جمله مجهول. باشه؟ آره. نحوه تبدیل اکتیو وایس معلوم به پسیو وایس مجهول. خارجی اکتیو وایس. آره بریم. اتفاقا تو این قسمه اصلا کردم انگلیسی به کار ببرم. ببین اصلا خوندن انگلیسی هم سخت نیست. الان تو دوازدهمی میگه بشناس سابجکت رو، یعنی فاعل رو، ورب فعل و آبجکت رو. یعنی این جمله که بهت میدن I kept the butter in the fridge، فاعل من، فعل مفعول. آها حله. آره حالا فایل باید هست باشه. وقتی میخوام به جمله معلوم بدم به جمله مجهول تبدیل کنه اصلا هیچی نگو باشه. باشه یعنی زودتر از من نگو. جمله معلوم رو میخوام به جمله مجهول تبدیل کنه، اول فایل و فعل و مفعول رو تشخیص بده. باشه. مرحله دو change the object into subject، چی گفته؟ object رو به subject. آها مفعول رو بیار جای فاعل. آره یه جورایی مثلا تو بچه تو عربی بهش میگن نایب فاعل. آره آره، یعنی مفعول که میاد جای فاعل اسمش مفعول نیست، چون نایب فاعل. منم الان این کارو کردم. کن the butter اینو برداشتم آوردم اینجا، اینو حذف کردم. keep in the fridge، این شد مرحله دو. آره مشکل نداری؟ نه. مرحله سه put the suitable helping verb، میگه فعل کمکی مناسب رو انتخاب کن که بهت میگم یعنی چی. بچه‌م در ادامه گفته past participle هم بذار، ما بلدیم. خب وایسا keep زمانش چیه؟ خب حاله. حاله. آره اولا که keep میشه kept پی پی شد، چون زمانش حاله، اما تو بیا این رو گذاشتم اینجا. آها دقیقا همون حرفی که من زدم دیگه. آره. دقیقا همون حرف بود، اون فارسی گفت، حالا من دارم انگلیسی. آره. میبرم جلو. و یه بار دیگه پس حالا بچه کار کنیم، فعل رو بکنی پی پی، پشت تو بی، تو بی. آره. چجوری میذاری بر اساس به زمان. آره به زمان نگاه. پس شد the butter is kept in the fridge. مرحله آخر چی گفته؟ add proposition by change. خب چی گفته؟ by بعد به فاعل رو میتونی تای جمله بذاری. the butter is kept in the fridge by me. لازم نیست این کارو بکنیم حتما. نه خب آخه بچه‌ها امتحان نهایی دارن. آها آها. امتحان پایانی دارن. آها. رو برای بچه‌ها داریم میگیم. درست. پس دقت کن کار خاصی نکردیم. یک فاعل، فعل، مفعول شناختم. آره. دو مفعول فاعل رو حذف کردم، جمله مجهول دیگه. مفعول آوردم اول جمله. پوریا گفت نائب فاعل. مرحله سه اومدم سراغ فعل. فعلمو پی پی کردم. حالا یه توبی هم لازم داشتم. آره. توبی مربوط به اینو انتخاب کردم. چون این زمانش حاله ایز گذاشتم. اگر زمانش گذشته بود واز می‌ذاشتم. آره آره آره. مرحله آخر بای و فاعل گذاشتم اون. چهار مرحله شد پس. بریم به سوال بزنیم. یه بار دیگه ببین he will write a letter. اون یک نامه خواهد نوشت. درست. مرحله اول. خب لتر آوردم اول جمله. آره آره مفعول اومد. مرحله دوم ویل رایت، محمودی گفت روش کار کن. رایت که میشه چی؟ ریتن. آره ویل هم که ویل. این وسط چی لازم داری؟ یه بی. آره تو بیا چیا بودن؟ اما ایز و آر برای حال بود، واز و ور برای گذشته بود، بی برای آینده. بی برای آینده. پش صبر اومد. خب پش هم بای بله مفعول گذاشتن. کار خیلی سختی نیست. آره نه آسون بود. خب اینو عوض کنیم. خب Harry ate 6 shrimp at dinner. shrimp میگو میگه هری خورده بود. درسته. خورد 6 تا میگو
موقع شام. خب ببین اون اول هری باید حذف بشه. نه اول گفت چی؟ فاعل و مفعول و فعل و تشریف. خب دیگه فاعل فعل مفعول. ببین این باید حذف شه. آره مفعول اون اول. فعل اونم که اینه. آره. قبوله؟ خب بیایم پایین. اینو آوردم اول. خب اینو کردم ایتن. ایتن خب پی پی کردی درسته؟ بله. پشت زمانشو چی گفت؟ زمانشو تشخیص بده که میخوام تویشو بذاریم. چی گذشته است دیگه نه؟ بعدش واز. یا واز یا ور. آره. یا واز یا ور. 6 تا. 6 تا میگو خوردم. واز بذارم یا ور بذارم؟ واز. چون غیر انسانه دیگه نه؟ و جمع دیگه. راست میگی. واز برای مفرد. دفعه کردم جمع غیر انسان میشه مفرد. آها. حالا بعدی رو نکن. We are going to watch a movie tonight. قشنگ گوش بده. باش. فاعل وی مفعول a movie فعلمونم که are going to watch. آره. درسته. کلشه. کلش. Are going to watch. اینو قرمز کردم چون حالت کمکی داره برامون. یعنی این ویلی اون مثاله. آره. این میاد اول جمله. خب آره movie میاد اول. این که میشه watched پشتش باید. اینم که همینجوری هست. آها صبر کن ببین پشتش باید چی بیاد دیگه؟ to be بیاد دیگه نه be being been. فکر کنم چون ing داره میشه being. نه آینده قصد. خب آینده ساده و آینده قصد being. be آها to be. آها. پس بچه دیدین این تیکر رو ثابت میآوردم پایین. آره پس کل آینده ها be میاد نه؟ کل آینده be. آره یه مثالیه؟ آره مثال زیاد باشم. I will clean the house every Saturday. فاعل فعل کمکی فعل اصلی مفعول. خب مفعول میارم اینجا. این یاد اول نمیذارم تا یه چیزی اینم میارمش اینجا بازش میکنم. باره آره آیت رو میکنم ایدی کلین پیش میکنم بیا پایین. The house will که سر جاشه will clean گذشته است مفردم هست. از این نگو. آها زمان جمله چیه؟ آها آینده است. بی چی بذارم؟ بی. پس میشه the house will be cleaned by me. آره آره تازه بایم گذاشتم. آره. بایم گذاشتم. آره. به این پس نمانه بابا کنیم. نه 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 زمان بلست. جمله رو بیم. آره آره یه دونه دیگه. The teacher always answers the student question. بذار الان خودم بگم. نه 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 تو سوال من جواب بده. باش مفهوم کدومه؟ ببین این که فاعله. اون فاعله teacher. این که answer فعله. زمانشو بگو. از حاله دیگه حاله. بعد The student's question هم که میشه چی؟ سوال کل مفعولش میاد اول. سوالات دانش آموزان. آره این میاد اول. Answer ایدی میگیره نه؟ ایدی میگیره اینم هضم میشه the teacher. خب خب بذار اینا رو تا اینجا بیارم تا اینجا که فوریا گفت. خب The student's questions always answer by the teacher. حالا پوریا بعد یه توبی برای من انتخاب کنه جمله بالا بذاره پایین. خب حاله دیگه حاله چی بذارم؟ سب کن اما is و are کدوم بذارم؟ the question is جمع بود. آره لعنتی اب نداره چی نکته داره سوالاش؟ هو اصلا نکته نداره. نه 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 هو یعنی... نکتهش میکنه. نه منظوری که باید تمرین کرد دیگه بچه جمله سوالیه. هو ایت دی لاست کوکی کی آخرین شیرینی رو خورد؟ خب من فکر کنم های درویش ولی دی لاست کوکی مفعوله. یاد اول آره ببین اینم که فعل آره. گذشته فقط ببینیم با هوم بعد چیکار کنیم میشه چی؟ دی لاست کوکی آها ایتن تا اینجا که مشکل نداره. نه باید پی پی کردم مردم اینجا پشتش توبی زمانش چیه؟ خوب گذاشته مفرده یا جمعه؟ این مفرده واز پس هو رو بردم تا کردم بای هوم. الان یه سوال این مگه آها آها او همین همین رو خواستم الان چه کسی بردیمش تا چه کسی را به وسیله چه کسی خب همین این همه سوالیه دیگه نه سوالیه بوری آخری رو بزن خب the two kings are singing the signing the agreement این میشه فاعلش این فاعل میشه فعلش میگه دو تا پادشاه دارن توافق رو امضا میکنن خب این توافق میشه خب مفعولش این بیاد اول خب این توه حذف میشه درسته اینو بچه‌ها گفته the agreement رو بیارم اینجا اوکی خب خب are singing بعد جدا بشه نه آره آره این are و singing بعد جدا بشه این که پی پی میشه آره تا اینجا so signed به آها پس این جدا شد اینم که اومد لو داد دیگه چرا این آره شد ایز بهت میگم الان چون این مفرده مفرده خب الان ببین بعد تو بی بزنی خب صبر کن پی پی استمراری پشتش تو بی نمیتونی بگیم این تو بی چه نه 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 تو استمراری ها دو تا تو بی قرار میگیره آها بی بینگ 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 وای قشنگ بود آره پس بچه‌ها معلومه به مجهول کردن زیاد سخت نیست خب خریدش نیا کنید اینو داده گوشی یک
فاعل، فعل و مفعول رو تشخیص بدید. درسته. دو، مفعول رو بیارین اول جمله. آره. سه، این فعل رو بیار پایین. بازش کن، فعل اصلیش رو پی پی کن. اینم که میاد پایین. یعنی کلن هر موقع ما یه فعلی داشته باشیم پشتش یه چیزی برای دلش بود. این مثل این برای... نه میدونم این باز میشه. آره، توبی میاد بینشون. آفره. نه همجوری وایسا همجوری بیا بچه ها اینجا نگاه کنین. پوریا میدونی چی گفت؟ چیز قشنگی گفت. اینو یه بار دیگه نگاه کنین. The house آره. will clean it. نه؟ آره باز میشه. اینجوری باز میشه. آره. بینش باید توبی بیاد. حالا باید توبی شو تشخیص بدی. پس اونجا که توبی ها رو دونه دونه میگفتم برای آره چون حاله چی؟ آینده است بی. حال بود اما ایزار. گذشته بود واز و بر. پس بچه ها این نحوه معلوم مشغول کردن جملات معلوم که ممکنه تو امتحانا بدن خیلی سخت نیست. نمیدونم چرا بچه‌ها نمیرن سراغ اینجور سوالا. تشریح بزن. مثلا میتونیم اینجوری تو ذهن مثلا بسپوریم، مثلا بگیم هر چیزی فعل کمکی پشت فعل باشه مثلا ویل و هر چیزی اینا، این پی پی بشه، یعنی پی پی بگیرتش، این ازش فاصله میگیره. آره بعدش میاد. آره پی پی هر آره هر فعلی پی پی بشه باز میشه. بازش آره دستمال نمیشه. یه نمیشه خوبی میبره ولی زهن کجا میبره؟ ولی خیلی تو زهن میمونه بچه ها. فهمی چی شد؟ ببین فعل کمکی پی پی بشه و میگه اه فاصله میگیره، یه توبی میاد وسطش که تمیز کنه ماجرا رو. اینا به هم چسبیده، با هم خیلی دوست بودن. اینو پی پیش کن لطفا. به محصی رنگ پی پی میگیره فاصله میگیره. حالا کاش که قطعهش میکردم قشنگ. آقا اینو یاد گرفتی؟ تستاشو این آب خوردن میزنی. تستایی جملات مجبور. اولین چیز همیشه چیزی که خیلی به من کمک میکنه پی پی پشت توبی. این برای من تو معجزه میکنه تو تستا. تست. گوش بده قشنگ. میخوام لالایی بخونم خواستی نبره. خب. آقا جون رفتی تو گزینه ها. دیدی چهار تا زمان مختلف دیدی؟ تست معلوم و مجهوله. اولین کار اینه که ببینی جمله معلومه یا مجهوله. کاری نداره که. سه راه بهت میگم. یک، قشنگ تجزیه تحلیلش کن. یک، اگه رفتی جمله رو معنی کردی، دیدی فعلش معنی شدن میده. جمله مجهوله دیگه تابلو. یه بار بچه‌ها فکر کنن آره محمودی اون اول زنگ همش شدن میگه. اول زنگ؟ خب بریم. اول زبز. خب؟ دونه دونه. چیکارم؟ بریم. دو، اگه رفتی بعد از جای خالی مفعول نداشتی جمله مجهوله. درست. دوره یه ذره بچه‌ها فکر می‌کنن. خام فکر کن. چی؟ به چی؟ این نکته دو چجوری توجیهش کنم؟ یه باری که بهش نشوندم چون سوالو نگاه می‌کردم. چی بود نکته دو؟ قبل از اینکه تو سوالو نگاه کنی من گفتم. نه. من چرخوندم سرمو. آره. گفتم آقا چون اگه بعد از جای خالی مفعول نداشتی جمله مجهوله. آره، آفرین. چرا؟ مجهوله دیگه. نه چرا؟ بعد مفعول یه بار بچه‌ها نمی‌دونن. اگر بعد از جای خالی مفعول می‌دونی بچه‌ها گوش ندن تو کلاس هم همینه. آره. نه حواس هم مطلب رو نمی‌گیرن. آره. اگر بعد از جای خالی مفعول نداشتی جمله مجهوله چون در جملات مجهول مفعول اومده اول جمله. تموم شد. اگر رفتی بعد از جای خالی بای دیدی هم جمله مجهوله. آفرین. حله. آره. اولشو خودم می‌زنم. باش. بعد یارو خودم می‌زنم. آسونا رو من می‌زنم سخت‌ها. باشه. Had lost, have lost, lost, was lost. جمله در مورد معلوم مجهوله. اول محمودی گفت ببینم معلومه یا مجهوله. میرم نگاه میکنم. آقا تو سال دوازدهمی، تو دهم و یازدهم من کلی بهت لغت یاد دادم، کلی با هم جمله معنی کردیم. حساب کنی بالغ بر 1000 تا جمله تست دادیم با هم. ده و یازده. اون روز داشتم نگاه میکردم چقدر تست دادیم، چقدر جمله دیگه. این جمله های گرامر در مقابل شما زانو میزنه اصلا پشمکه. بریم در مقابل اونایی که ما حل کردیم. آره بگذاریم آخای در بیسانسور کنیم چشو. When I was very small، وقتی من خیلی کوچیک بودم من لاست یعنی گم کردن. من گم کردم تو پارک یا گم شدم تو پارک؟ ببین هر جفتش میتونه باشه. من گم کردم تو پارک. خب چی رو گم کردم؟ آها نگفته چی؟ نگفته. چون نگفته چی پس گم شدم. من گم شدم توی پارک. جمله مجهوله. این نفر اول میگه آقا من با معنی جوابشو درآوردم. این جمله مجهوله. نفر دوم یه ذره تو معنی کجمعه نمیتونه خوب معنی کنه. بعد از جای خالی میگه پارک داره. در پارک قید مکانه. میگه محمودی و پوریا خودشونو کشتن. بگن اگر بعد از جای خالی مفعول نداشتی جمله چیه؟ مجهوله. آفرین. بریم. جمله مجهوله. خب
دارم براش دو تا شد دونه دونه. آره دونه دونه محسن ابراهیم زاده. آره. دونه دونه. حالا یادت باشه باش مورد سه. حالا بارو ببین تو گزینه ها فبزه تا اینجاش برم و نتیجه گرفتیم مفعوله به قول پوریا نائب فاعله و جمله مجهوله. منو پوریا برای تو جا انداختیم که جملات مجهول پی پی تو بی پی پی تو بی پی پی تو بی بیاریم اینجا پوریا این معلومه یا مجهوله؟ نه بابا پی پی داره تو نه درست جواب بده نه بابا نه نه یعنی نه آره تو بی نیستش آره علمی در خود فیزیکی باش نکن حملاست نه تو بی نداره بعدی. اصلا من یه پوریا نگفت اگه پی پی قرار باشه با این فعل کوانکی ها بیان اصلا بعدشون میام پی تو بی اینجا باشه پی پی شد برو اون ور لاست هم که تو بی نداره جواب میشه گزینه چهار با غرور و افتخار زدی ها حال کردی؟ بریم بعدی بچه شما فکر کنید پوریا هم فکر میکنه با هم جواب خب ببین این کتاب من اول میخوام یه ذره با معنی برم این کتاب ترنسلیت ترجمه کردن ترجمه میکنه یا ترجمه میشه ترجمه میشه پس معلومه یا مجهوله مجهوله پس این بوکه مفعوله به قول تو نائب فاعله پس جمله مجهوله پوریا اینجا نکن پس فعل اون بعد چی باشه پی پی باشه پشتش تو بی ببین پی پی نیستش این پی پیه این پی پی این پی پی پشتش هم تو بی داره حد هزه حد گذشته است حد حاله خب باید به زمان فعل نگاه میکنم دیگه واز گذشته چهار سه ببخش خیلی باحال می واز گذشته گزینه چهار نه خودش گفته حد گذشته آره نه 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 گزینه رو میدید غلطی کردم بریم اینو من میزنم باشه ما دعوت کردیم به شام یا دعوت شدیم و اوقات خوشی داشتیم پوریا اینا میدونن که وقتی آدم دعوت میکنه که اوقات خوشی نداره همش بعد چیکار کنه آره گوشت که مثلا کیلو 10000 تومان سفره کیلو 5000 تومان موز کیلو 1000 تومان خیلی گرونه اینا بابا از ارغوان کجا گفتی اینا مال دوره قاجار همون دیگه میگم آره خیلی وقتی مهمون دعوت میکنی که خوشه وقتی میری خونه پوریا اینا پسته تخمه آره. شیرینی یاش بخیر چقدر ازت پذیرایی از 6 کیلومتری خودتون هنو رده بریم بریم جمله مجهوله خانجا بریم آره برو پیدا کن پی پی پشش تو بی سب نیستش پوریا پوریا ها من و تو میدونیم که الان نزدیک زنگه یعنی ببخشی الان موقع نهاره آره این حسای شما بگی نهار نهار چی؟ تو میخری آه باش آه باش پس بذار دقت درست گفتم تو میخری قطعا ببرم پس بالا پی 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 این نیستش درسته خب. پشتش توبی حد که توبی نیستش این دوتا بره یا اینه یا اینه حال گذشته زمان فعل حد گذشته این میشه برس این LCD رو اینجوری میزنی نه LCD نیستش نه آره نه 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 LCD نیستش بچه حلق داره آره there was a fire at the hotel last night میگه که بود آقا یا آتش سوزی هتل بود دوتا از اتاقا دمیج دوتا از اتاقا بلند شدن خسارت زدن یا بهشون خسارت زده شده خسارت زده شد جمله مجهوله ولی ایدی ولی ایدی ولی ایدی پوریا پوریا ولی بعد از جای خالی هم مفعول نداره آره یعنی میشد بدون معنی هم زد پس فعل بعد چی باشه پی حال میکنم فاینوی که میگه آره فهمیدم انرژی آره یعنی من خوب انرژی میدم به اصاره فعلش پی پیه پشتش توبیه ببین پی چمیه دیگه پی 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 درسته اینا با پی پی فرق نداره آره آره پشتش توبی نداره فینیتو توبی نداره فینیتو یا گذشته یا حال واز گذشته همینه بعدی تونتون بزنی موافقی؟ نه تونتون باش من بچه ها آسونه دیگه نه خودش تونتون میزنی تست در مورد اینو من خودم میگم تست در مورد معلومه یکی از آزمونا داده بودن همین آزمونایی هستن که پنجش و کلمچی و اینا داده بودن اونجا گزینه چهار خب بریم کلمچی بریم بریم چهار تا زمان مختلف تست در مورد معلوم و مجهوله اول باید ببینیم که جمله معلومه یا مجهوله مسابقه فوتبال تماشا میکنه یا تماشا میشه تماشا میشه جمله مجهوله فلت و پی پی باشه باشه تو بی گزینه یک ببین ای با سی گزینه دو پی پی تو بی نداره خط میخوره گزینه سه آی خط میخوره جواب چهاره کجا اینا سخته؟ کی گفته اینا سخته؟ بر به پوریا گوش نکنید. پوریا خودش متوجه نمیشه. پوریا اینو بده. خیلی برای آسون خودش. ببین. داریم میگه آیا پوریا. واقعا این درس آسون خداییش آسون نیست. آها. اینجوری که بهش نگاه میکنن بچه‌ها تست خیلی رفت. آسونش آره. دو یا نه آیا میدونی که ماریا درسته؟
نه همه تست کنکوراتی. آره ماریا چی دعوت کرده یا دعوت شده به عنوان حالا پروگرامر، یعنی برنامه‌ریز کامپیوتر و اینا توی شرکت دعوت شده؟ جمله مشهوره. آیا تو میدونی دعوت شده؟ خب ببین چرت و پرت اینا دیگه این که نیست. من دیشب چرت و پرت ببینید چیه منظورش، اینه که فعلا بعد پیپی باشه پشتش توی دیگه. تو نگاه میکنی میفهمی، نگاه میکنی میفهمی که این آره این کارا هست یا نه. ببین پیپی نداره تنها گزینه که سیسی داره همینه. سی فقط پی پی داره. بریم میگه I'm looking forward. اینو اشتباه میزنه تو. اینه چی؟ بریم. من looking forward یعنی چی؟ معنی look forward تو یعنی چشم به راه. چشم به راهه که چی کار بکنه. آها من فرستاده بشه آبرود به وسیله. آها چون به وسیله بای داره جمله مجهوله، پس مجهوله. تازه اونجوری هم که گفتی داشت درست میشد. من چشم به راهم یا منتظرم که فرستاده بشه یا فرستاده بشم جمله مجهوله. آره فرستاده بشه. شما شدم معنی شد بچه. حالا سنت و همشون آها سنت میشه در واقع همون چیزی پی پی دیگه، همشون پی پیه درسته؟ هم بی داره، هم بینگ داره، هم هاوینگ داره، هم هاوینگ سنس داره. ببین سی که چرت و پرته چون تو بی نداره. راحت بشه بگو پوریا تو حرف اضافه. خب بعد حروف اضافه فر بعد چجوری بیاد حروف اضافه آره اضافه آینجی. آره پس اون گزینه یا انتخاب کن که توش آینجی داره، یا اینه یا اینه، یا اینه یا اونه. خب اون که نیست معلومه یا مجهوله. گفتی مجهوله نکته خوبی بود. آره تست قوی بود. خیلی قوی. تمام شد بچه، درس تموم شد. در همین حالا تست بازم میخوایم بزنیم. درس تموم شد، حالا میخوایم بریم سراغ مطلب بعدی. خب سلام و مجدد خدمت بچه ها. معلوم مجهول تموم شد، رسیدیم به قسمت دوم. question tag دنباله سوالی. question tag tag یعنی چی؟ ببین دنباله سوالی. دنباله سوالی نه تگ رو میدونم، مثلا تو اینترنت و اینا مثلا میگم فلانی رو تگ کن. خب تو مثلا بعدن حالا از اینترنت بیرون این کنار من question tag قاجار. آره question tag دنباله سوالی جدیده، سوالیه که آره تو گرامرهای قبلی نبوده، یعنی سیستم نظام قدیم نبوده. یه سوالیه که question tag که در ادامه جمله ما میگیم تا چیکار کنیم، یا طرفو تشویق کنیم جوابی به ما بده، یا اینکه چیکار کنیم ازش تایید بگیریم. مثلا من بیرون اومدم، پوریا با من بیرون اومده، میگم پوریا هوا خیلی گرم بود، مگه نه آره مگه نه پوریا دیشب این فوتباله خیلی جالب بود، درسته؟ یا میخوام ازش تایید بگیرم، یا میخوام چیکار کنم تشویقش کنم در مورد مطلب با من صحبت کنه. خب. این فارسیشه، انگلیسیشه. پس یادمون نره encourage. پوریا هیچی نمیدونه، یعنی هر چند یاد بگیره با ما داره. واقعا نمیدونم چون جدیده. مثلا حالت چهرهش معلومه. یه لحظه دوربین نیا کن. واقعا نمیدونم. چهرهش معلومه که هیچی نمیدونه. معلوم مجهوله چیزایی میدونه چون نظام قدیمه. آره. خب بریم به شاد بریم. question tag میخوایم بسازیم. جمله سوالی کوتاه. سوال کوتاه میخوایم بسازیم. آقا چی کارش کنی؟ کاری نداره. قاعده اول پوریا. اینجا نیا کن. به جمله اول نگاه کن. اگر جمله اول پوزیتیو مثبت بود، جمله سوالت منفی خواهد بود، و اگر برعکسش هم همینطوره. اگر جمله اول منفی بود، اون یکی مثبت. پس فعلا مثبت منفی، مثبت منفی. هی و دکتر، اون یه دکتره. نیستشون؟ بهش میگم که نیستش. خب تایید بگیرم. بامزه. آره. جمله اول چیه؟ خب مثبت منفی. مثلا من بعدی رو من بگم اون تو کار میکنی در بانک، تو کار میکنی مثبت. به من بگو تو کار میکنی در بانک مثبت. شک میکنه، میگه تو بانک کار میکنی. دونیو آره نیستی؟ کار نمیکنی میگه تایید. آره. جمله اول مثبت، جمله دوم چی شد؟ با مزه تارم میشه. ولی اگه جمله اول منفی بود، جمله دوم چیه؟ سوال اون مثبته. You haven't met him. میگم پوریا تو اونو ندیدی، ملاقاتش نکردی. من یه لحظه شک میکنم. کردی؟ ملاقات کردی یا نکردی؟ آره آخرش راست. پس فعلا مثبت منفی. She isn't coming. نمیاد. میاد. یه لحظه شک میاد. چه بامزه. اینش میاد دنباله سوال. خب چیزی که تو ظاهر دارم میبینم به غیر از اون چیزی که محمودی گفت، اینه که اگه جمله اول مثبت بود، این بعد چی باشه؟ منفی. یه چیز دیگه مثبت. یه چیز دیگه هم رنگی کردم براتون قبل از اینکه آره قبل از اینکه درس بدم، انگار که موقعی که
پوریا موقعی که میخوان دنباله سوالی بسازن یه فعل کمکی میذارن با فاعل. آره فقط فاعلی که از اینجا میذارن. آره فعل کمکی من جمله اول انگار انتخاب میکنه، میگه he is a doctor. آره اینو منفی میکنه. isn't you haven't met him have you have she isn't coming is یعنی جدا از مثبت و منفی بودنش فعل کمکی را چه انتخاب میکنن؟ جمله اول. آره یه دونه اینجا فرق داره، اینجا فعل کمکی نداره. آره اینجا شد don't. don't چی کار میکنه؟ گوش بده، اگه جمله اولت فعل کمکی نداشت، مثل این که حالا من توضیح میخوام بدم نداشت، بعد به زمانش نگاه کنی. اگر زمانش حال بود از دو داز استفاده کنی، گذشته بود از دید. پس بچه‌ها هنوز من درس ندادم، تو ظاهر چیزی که دیدیم اینه که دنباله سوالی ساختن یا اون سوال کوچولو رو ساختن اینجوریه که به جمله اول نگاه می‌کنی پوریا جواب بده، به جمله اول نگاه می‌کنی، اگر جمله اول مثبت بود دنباله سوالی منفی، اگر جمله اول منفی بود دنباله سوالی مثبت مثبته. مثل اینکه اونجا یه فعل کمکی و فاعل داریم، فاعل از اول جمله برداشتیم، فعل کمکی را کجا برداشتیم؟ ای گفتی؟ ای گفتم از اونجا دیگه، از اونجا. آره. به جمله نگاه میکنم، اگه فعل کمکی داشت از خودش. آره. نداشتم به زمانش. یعنی خیلی جالبه نگاه اینجا، انگار مثلا اینجا شی ایزن دو تا کلمه اولو برداشتیم جا به جاش کردیم. آفره. ولی فعل کمکی برعکس میشه، منفی مثبتش. آره. متضاد. ببین پس دو تا اولی میاد برعکسش کن، فعل کمکی برعکس میشه. نگاه میاد اینجا برعکس. حال کردی؟ نگاه میاد اینجا. نگاه اینو میاد اینجا. نه 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 ببین اینو نگاه میاد اینجا نگاه. وقتی این دست میزنم یعنی جنسش برعکس میشه، منفی میشه مثبت ها. آره. چون شما دست بزنیم جنس برعکس میشه. آفرین. این میشه عظمت قاعده ما. خب حالا بریم بسازیمش. اگه رفتی رفتی پس دقت کن، جمله اول دیدی که فعل کمکی داره، فعل مدال داره. فعل چی؟ مدال؟ مدال فعل ناقص. آه ناقص. You won't tell anyone، میگم تو این مسئله رو به کسی نخواهی گفت. میگی؟ میخوام بسازمش. won't یعنی will not. will not. اینجا نگاه you won't میاد عوض میشه، این won't بود دیگه نه؟ میشه will. آفرین. آره. این this isn't working، میگم این کار نمیکنه. میکنه؟ میکنه. آره برو برو. آفرین. آره. یاد گرفتی. ایزن. فقط اینجا انگار یه چیزی شد ها. بچه‌ها. آها دیس شد ایت. آره. چرا؟ دیس شد ایت. ما اونجا چی میخوایم؟ اونجا ضمیر فاعلی میخوایم. آره. دیس ضمیر اشاره است. آها. ضمیر اشاره چی آن؟ دیس. ایز. وایسا مفتدا رو اول میگم دیز این دس آن دیز دیز این ها دوز آن ها برای مفرداش ایت میذاریم، برای جمعش دی میذاریم. تموم شد. حله؟ آره میگم مثال دیگه اون فیشه پیشم داره. بریم. آره دی کودنت هیر می، اونا صدای منو نمیتونستن بشنون. کود دی ببین چقدر قانون من جواب میده، نگاه میان اینجا وقتی اینو میزنم روش یعنی عوض شد. بریم اینو نکن. علی had met him before. آها. قبلا دیده بود. آقا جمله. آه نه چرا. جمله اولش با اسم علیه. اینجا نمیتونی بذاری hadn't علیا. اونجا باید چی بذاری؟ ضمیر فاعلی. آها. پس hadn't علی آر آفری. نگاه پس پس. پس. یپ. اینو میخوره. علی میشه جای ضمیر. تا الان یاد گرفتیم جدا از اون جریانات اگر ضمیر اشاره بود مفرد بود ایت بذاریم، جمع بود دی بذاریم، اسم بود ضمیر بذاریم. پس دو کلمه جا به جایی مثبت منفی اگه لازم بود. They've gone away. اونها رفتند. They have haven't. They. میگه haven't. They. چرخید. اینجا کجا؟ جا به جا مستد منفی. رفتی فعل کمکی نداشت. اون موقع بهت گفتم به زمان جمله نگاه کن. اگر زمان جمله حال بود دو داز. گذشته بود دید. این چی میشه؟ present or does. I said that. من اونو گفتم. خب؟ نگفتم. آخ 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 آی که میره اونجا زمان جمله سد داری. سد چیه؟ گذشته فعل سه، یعنی آره. گفتن
فعل کمکی نداری دیگه. آره. چون زمان جمله گذشته است از دید استفاده میکنی. چون جمله اول من مثبت ما منفیش میکنه. آها. یعنی بازم همون دیگه. ببینید انگار I said اومده. چه فرقی؟ عوض شده به جای said گذاشتین didn't. اینو نگاه. چرا با معنیش با من از دست نگاه من گفتم. نگفتم. نگفتم. She eats meat. اون گوش میخوره. نمیخوره. آره این که شیکه میره اون تن این ایت فعل کمکی نداره زمانش حاله دو داز میخوام دازت آره 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 جمله آره. اولم که مثبت اون میشه من این اصول کلیشه بود آره اون گوشت میخوره نمیخوره میخوره. یعنی تو مایه های اسپانی ها این... چون اسپانی ها فکر کنم این سبک رو زیاد میگن مثلا این کارو میکنی نمیکنی میری نمیری این مدلی میگن دیگه منظور این که دنباله های سوالی خیلی کاربرد زیادی داره در اسفان بابت اینکه ایشون نمو لحجهشون خیلی باحاله من دوست دارم لحجه اسفانی من میتونی باحال نم من داداشم تو اسفان زنگی میکنم آره داری اسفان باش باش اینجا نکن نگتیف چی؟ منفی دیگه آره بعضی از جملات منفی مخفی هم ظاهر جمله مثبته نات نداره ولی توش هاردلی داره یعنی به سخت به سختی به ندرت آره نیور هرگز منفیه دیگه نه ریرلی به ندرت بیا پایین بعدی فیو کم آره دیگه در جوات منفی نو لیتل همش معنی کم پس بینا ما میگیم چی؟ منفی مخفی ظاهر جمله مثبته ولی مفهومش منفیه منفی این... مخفی چه بامزه آره. اینجا نکن he hardly ever speak اون به ندرت تا کنون صحبت کرده مثلا چنین چیزی جمله منفیه مثبته خب منفی. منفیه میبینی افعال کمکی مثبت استفاده کردم یا اینو نکن they really eat in میگه اونا به ندرت اون رستوران غذا میخورن چه سبزه دیده نمیشه آها من داشتم نگاه میکردم کم رنگه نه میشه ولی خب مثلا اونجا یه دوه بعدم به دوه they really جمله ظاهرش مثبته ولی به خاطر این چی میشه منفی میشه بعد جدا از همه اینا جدا از همه اون نکات پیس و فیس و فیش و اینا که پوریا گفت یادتون به منفی مخفی ها باشه باشه آره بحث ظاهرشون مثبته آره اصلا منظورم کس خاصی نیست یه دقیقه برمیگردی عقب یعنی داستان اینه ببین اصلا با این کار ندارم که قیده دیگه درسته اینا جابجا شده جابجا شده ببین ایتس دی اما ایتس که نداریم دو دی آها اوکی کلا تو کل درس همین این پیکچر رو خیلی باحال کرده قشنگ آره. نگاه کنید بعد یه جور دیگه میشه گفت یه جور دیگه میشه گفت هر موقع جمله منفی داشت خب منفی مخفی داشت خب آ نه آره نه میدونی چی میخواست بگه آره که منفی در منفی مثبت نه آفایی چیز توی مایی هم خواستم بگم آره خب بریم دیدم نه نشد خب آره بریم آقا جون اگه رفتی فاعل جمله ناتینگ بود ناتینگ یعنی چی؟ خب هیچ هیچ ضمیر مفرد برش کار ناتینگ Nothing bad happened. هیچ چیز بدی اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد؟ اتفاق نیفتاد. آره وقتی nothing میری جمله عملا چیه؟ آره. آره من. آره دقیقاً افتاد؟ شد؟ هم که جمله منفیه هم it میخواد. آره. میخوام به جای nothing گذاشتیم چی؟ it. Nothing ever happened. Does it? چرا داز گذاشتیم؟ چون زمان جمله حاله. چرا دید گذاشتیم؟ زمان جمله گذشته. ولی الان حرف ما این دوتا فعل کمکی نیست. حرف ما جمله منفی اینجا بودن نیست. حرف ما اینه که اگر جای فاعل ناتینگ نشسته بود از ضمیر چی استفاده می‌کنیم؟ این. ولی اگر رفتیم نوبادی، سامبادی، اوریبادی معنی کن یکیشو. خب سامبادی می‌فهمی که نوبادی هیچ کسی. هیچ کس. اوریبادی هر کس. نووان هیچ کس، سامبان هیچ مثلا یه تعدادی اوریوان همه در این حالت ما از چی استفاده می‌کنیم؟ آره نوبادی با ناتینگ فرق میکنه نوبادی دی نوبادی دی اگه اینجا بود سامبادی دی آره فقط ناتینگه که ایتس هیچی 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 آره قبول اینم یه نکته کوچولو پوریا اگر جمله با آی شروع شده بود اگر من اینجا رو میپوشوندم و بهت میگفتم بساز تو میگفتی آقا I'm sitting next to you من کنار تو نشستم بعدش می‌خواستی بگی حتما میگفتی امنت آی آها چون فعل ام دیگه نه آره 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 ولی استثنا آرنت آی آرنت آی آره نمیشه دیگه آرنت بچه‌ها با فعل با فاعل آی هیچ موقع امنت استفاده نکنین تو کوئسشن تگ فقط آرنت چاله اینم یه نکته بازم داره نکته آره اگه رفتی جمله لتس داشت دنبال سوال شلویه یعنی اصلا استثنائیه شلوی شلوی آره
Let's go to the beach. میگه بیا بریم با ساحل. Shall we? یعنی چی؟ یعنی میای همونه. پایه‌ای مثلا چی سیم میای. چون let us عملاً بچه‌ها دقت می‌کنن. اینو نگاه. Let's have a coffee. بیا بریم یه کافی بزنیم. Shall we? نمیای؟ بیا بریم. let's میشه چی؟ آره این قانون برای این درست بکنیم بامزه است. برگردیم آقا. نه میگم فکر کنیم بامزه میشه. Shall we? یعنی چی شلی؟ قشنگ گفتی یا مثلا شلی نمیای؟ Let go to the beach. خب بیا بریم مثلا چیز شلی نمیای؟ شلی؟ آره شلی یعنی نمیای؟ شلی نمیای؟ خب بچه ها پس اینجوری شد که let's ببین let's یعنی بزن بریم خودمونه دیگه. آره. بیا بزن بریم ببین خود بزن بریم لاتیه خب مثلا بیا بزن بریم بابا شلی بیا بریم ساحل خب حالا اگه مؤدب بود let us همونا اجازه میدی بریم آره will you let us go to the beach will you میای اینجوریه پس اینجا بود let's دقت کن let's مخفف نمیشد let's shall we let us will you بعد مؤدبانه ویل یعنی منظورش اینه که مایلی آره مایلی میاد آها پس ویل میله مایلی لی داره مایلی ویلی مایلی خب اگه جمله امری بودم ویلیوه کلوز ده ویندو ببن پنجره رو ببن اون درو ویلیو میبندی آها اینجوریه آها یعنی ببین اولش انگار مثلا بعد میگه اینا آدمایی که دوگانگی شخصی دارن میگن ببن پنجره رو رستم میبندی چیزی مایاس نه اونجوری نی ببند اون پنجره رو میبندی یا خود خب چه ولی با ولی باحال بود قاعده خوشگلی کلا چیزی نبود دقت کردی دنباله سوالی جمعش کنیم با هم عین همیشه دنباله سوالی به جمله اول نگاه میکنیم منفی بود مثبت بود منفی دو چه دیگه کاری که کردیم گفتیم فعل کمکی اگه داشت اون میومد اول من قرینه میشد جای فعل کمکی و فاعل عوض میشد میرفت اون آره. اگه جمله فعل کمکی نداشت دو داز و دید استفاده میکردیم گفتیم اگه دیس و اینا بود ضمیر اشاره بود اگر ضمیر اشاره مفرد بود ایت میذاشتی اگر منفی بود جمع بود من اگه جمع بود دی میذاشتی آفرین اسم بود ضمیر میذاشتی رضا بود اونجا که تر رضا رو نذار هی میذاریم هی رو بذار آره مورد بعدی ناتینگ بود ایت میذاشتی آره ولی بغیرم ناتینگ نوبادی سامبادی ایوریبادی همه با هم جمع دی میذاریم اون تر آره 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 let's shall we let us will you امری will you بعد امنت هم داشتیم آها امنت نداریم آرنت بریم اولیش But you don't really love her hair. اما تو واقعا دوست نداری. اونو دوست نداری. آها داری میگه دوست نداری. منفیه. پس مثبت باید بشه. من الان گزینه دارم؟ نه. جوابتو میگی ظاهر. آها چشریه اینا. آره. خب صبر کن. بچه ها سوال تستیاش آسونتره. چون هم میبینه میزنه. ببین اینه دیگه. ببین نگاه. فاعل این. میاد اینجا. Do you? بال کردی. ایوال. ایوال. بریم بعدی This will خب میاد اینجا Will not بعد بجای this میشه it هم بجای will not هم بذاریم won't آها ولی درست گفتم درست ولی اون this هم که did پوریا بعدی I couldn't help you اصلا من نمیتونستم به تو کمک کنم ایمیل اینجا برعکس Could I میتونستم آفرین بعدی نمیتونم به تو کمک کنم میتونم خب but you will tell me if she calls میگه که اون you will اصلا کاری با برگه ندارم ببین you will درسته خب بعد اینجا ببر از اینجا چی خب آره میاد اینجا میشه will not you یا won't you خب we never have منفی مخفی آره ولی یه چیزی این مخفف چیه سب کن منفیه بعد اونجا مثبت آره هر چی هست اون اونجا هم که ویه with خب بذارم به بچه‌ها بگم اون آپوستروف دی که گذاشته یا میتونه مخفف حد باشه یا مخفف ووده یه بار دیگه آپوستروف دی یا مخفف حده یا مخفف ووده به بعدش نگاه کن پی پی داری نه؟ بریم چیه خب چی شد؟ این وود هف پی پی بوده حد هف پی پی که ما نداریم
would have pی پی داریم. آها یعنی قبل have had نمیاد. had نمیتونه بیاد. یه had would. have ما خب اگه would باشه میشه would wouldn't we. آه نه دیگه. never داره. never داره منفیه. پس میشه would we. خب این you do. oh you do. یا انجام میدی. don't you. جمله اول بچه اوه داره اوه بار منفی داره میده به جمله اوه لعنتی بعدی دقت کن خدا خدایی خدایی آره the weather's bad خب میگه که احتمالا اینجوری بوده the weather is bad آه the weather خب بس میشه ای weather هم که در واقع مفرده دیگه نه غیر قابل شمارش مفرد بگیرش آره میشه it پس میشه نه نیدم این is بود آره. isn't it You won't be late. تو دیر نخواهی کرد. مثبت کن. Would you? گفتی would? گفتم would. گفتم will. بچه چی گفت؟ نه سب کن. آه won't هم will not. will not دیگه. آره من چرا گفتم؟ Nobody. هیچ کسی. آه day میاد. day میاد. اونجا day میاد. و منفی هم هست. خب. باید بشه مثبت. فعلا کمکی نیست. درسته؟ نه ایدم. برشه. خب. حال دیگه نه. do. Do they? بعدی You never come on time منفی مخفی هرگز سر وقت نمیایید منفی مخفی فعل کمکی نیستش باید کمکی بشه زمان فعل زمان همون حاله دیگه نه پس میشه Do you؟ ببینیم درست کفتی بله خب میریم سراغ سال 11 یا بعد اینو خیلی دقت کنه You think you're clever تو فکر میکنی که خیلی باهوشی تو فکر میکنی خیلی باهوشی فکر نمیکنی؟ آها فکر نمی کنی ببین تو که اول باشینا میگه تو فکر میکنی خیلی باهوشی فکر نمی کنی آره تو فکر میکنی پاس میکنی فکر نمی کنی آها من دارم از سوال میپرسم میگه آره پس بعد تو جمله اول برش دارم یعنی میدونی داستان چیه قسمت دوم مثلا تو فارسی و ادبیات هم داریم بهش میگیم استفهام انکاری یه جمله منفیه ولی میدونیم جواب مثبته آره مثلا چی بود استفهام انکاری این تو فارسیه تو ادبیات یعنی در واقع مثلا میگی که ابرو نباریدن یعنی ابر کارش باریدنه میدونی اینا مثل تو این مایه است فکر میکنی یعنی فکر میکنی یعنی حتما درسته آره جمله مثبته تو میگی منفی اولا که تینگ فعل کمکی میخواد میشه دو زمانش حاله زمانش هم حاله جابجا میشه باید بشه منفی don't you فکر نمیکنی واقعا so you don't think I can do it دوباره برعکسشه میگه فکر نمیکنی که من اونو انجام میدم این دوتا فعل کمکی هم داره برگردون do you خب shut up جمله امریه خیلی حرف بدیه چه مثالیه حالا ما تو راه نمایی داشت بخیر مثلا بخواستیم فوش بدیم اینو میگفتیم راه نمایی شاتاپ میگفتی الان خب چی رسیدی شما که الان مثال داری میگی داری آموزش داری میدی فرهنگ شاتاپو داره جا میندازه ویلیو واقعا جمله امری فهم میکنه مخصوصی اصلا به مفهوش کاری نداره که ویلیو خب نه سب کنم معنیش کنی الان یه نصف هش بامزه میشه بگی ببند نیبندی بعدی ولی خیلی نکته داره ببند خب اگه ببند منظوره حالا آها یا بریم آها نه نه امریه اینجا آره بس امریه بریم حالا she can hardly love him after all that خب she can دیگه فعل کمکی داره can she چی can she منفی مخفی ندید اوه hardly بعدی nothing it میاد سکن نه it your day nothing هیچی نه it. میشه سب کن want it به همه چی دقت کن nothing و حواستش نبود که مفهوم منفی داره nothing هیچی آه زده بودی شبیشو چقدر Nobody. سوال بی وجود آها بعدی پس she went to the library اب نداره she went to the library yesterday اون خیلی سخته خواستم خودم جواب بدم زمان جمله گذشته است خب دیدن چی؟ آسن آخه He didn't recognize اینه که اومده که خب برش کردم دید هی نه نه ایره خدا وکیل نه Cars The environment ماشین ها آلوده می کنم سب کن ببین این جمعه اینا فعل کمکی نیست خب زمانش هم حاله خب پس میشه خب Do they Do they دقت کردی آفرین علی had a red car علی داشت یه ماشین قرمز داشت میخواییم بگیم نداشت
آره فقط این یادت باشه این فعل کمکی نیست. فعل کمکی نیست. نه. داشتن. پس یه چی میاد جاش دید منفی میشه دیدنت هی؟ وای. مرسی. خیلی عالی. تست میزنیم. دیدنت هی؟ He's still still sleeping. میگه اون هنوز در حال خوابه. خب. آها این چیز سه تا سواله. فکر کنم اینا همه گوزینا. نه نه نه. خب. فهمیش منم بعد بزنی. سب. دو. Isn't he? آفرین. سه. یه لحظه سب کن. فرق A با B چیه؟ آها. چه خوب شد چیت کرد. بچه تو حالت کوشن تگ و به صورت مخفف بنویسینا. اصلا is not و دو نات و اینا نداریم ها. چی گفتم اما چون آخه گفتم اینو تو اینه همه خب آفرین بعدی اوف یو دونت گو تو اسکول منفی میشه سکو سکو دونت یو دونت یو بچه میخوام هولش کنم بریم بعدی لیتس داره لیتس بزن بریم و شله بود شلی نمی آی شلی دیدی چقدر تو زمین میمونه حال کردی بریم بعدی یک دو ریلوی سه میدی چرا؟ برعکس بچه ها میدونن نوبادی یک دو سب کن دو با اجازه بزرگ دیده ای؟ سه میدی چرا؟ مفهوم منفی داره یک برعکس وان سی آفرین یک بود و خود پوریا همه ساله دو امنز که نداریم آرنز سه بابا وایس یو وودنت وود یو سه